همراهشیم با آرون عسکری، روزنامه نگار، برای گفتگو پیرامون این واکنش ها. آقای عسکری، وقت شما به خیر. مجموعه ای از واکنش های بین المللی رو داشتیم به اعدام این دو نفر از صدور بیانیه، نوشتن توییت، به هر حال همه محکوم کردن. چرا با وجود این فضای منفی همچنان جمهوری اسلامی چنین کاری رو تکرار کرده؟ ببینید، اعدام یا همون قتل حکومتی واژه‌ایه که در ادبیات جمهوری اسلامی عجین شده و مورد استقبال حاکمان این رژیم خونخوار هستش. از آغاز پیدایش در پشت بام مدرسه رفاه، جنرال های دوران پهلوی رو بدون داشتن وکیل و در دادگاه های چند دقیقه اعدام کردن و تا به امروز این روند غیرقانونی ادامه داره، ابزاریه برای اعراب مردم، برای تداوم این رژیم. ببینید، واکنش ها رو ما دیدیم. یک موضوع اینه که این واکنش ها به نظر من و به نظر بسیاری از مردم ایران کافی نیست. جمهوری اسلامی نشون داده با صحبت و با روابط دیپلماسی آروم نمیگیره و دست از جنایت بر نمیداره. نیاز هست که اعمال بیشتری در رابطه با جمهوری اسلامی صورت بگیره، اعمالی که واکنش های قوی تری رو ایجاد کنه و جلوت جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنه. همون چیزهایی که گفته شد، مثل اینکه سپاه رو جزء گروه‌های تروریستی قرار بدن. ببینید، سپاه پاسداران در همین روز با شلیک دو گلوله بسیاری از مردم ما رو عزادار کرد، چندین شهروند بیگناه رو کشت و واجبه که این گروه در لیست تروریستی قرار بگیره. احضار سفرا و این موضوع مسئله دوم، سفرایی که دست به اقدامات بمب‌گذاری دارن میکنن در اروپا یا در کشورهای همسایه، هر کدومشون یک وزارت اطلاعات، یک دستگاه امنیتی هستند که دست به ربایش مخالفان جمهوری اسلامی میزنن. این روابط باید قطع بشه و خب ما میدونیم بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ایرانی هستن. این یک ابزار خیلی خوبیه که بتونن اعمال فشار کنن. بسیاری از ایرانیان در طی این 43 سال خودشون قربانی همین موارد نقض حقوق بشر بودن، از ایران خارج شدن و این افراد میتونن اعمال فشار بیشتری کنن، همون گونه که در هفته‌های پیش شاهد بودیم با تجمعات اعتراضی در مقابل سفارتخانه‌ها و درخواست‌هایی که داشتن. در داخل ایران هم مثلا مردم در تهران دیشب به خیابان اومدند یا از محله‌های مختلف صدای شعار خیلی پر از خشمی رو میشنیدیم. تبعات داخلی این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی چیه؟ ببینید، خب این نشون میده این پروژه ارعاب‌سازی و ترس در بین مردم زیاد جوابگو نبوده و مردم مردد نشدن و ادامه دارن میدن. تداوم داره اعتراضات و مردم خشمشون بیشتر شده، مطالباتشون بیشتر شده. موضوع دیگه اینه که خانواده هایی که در گذشته کشته میشدن از سوی جامعه طرد میشدن بر اساس اخبار دروغ که رسانه های دولتی منتشر میکنن، ولی الان هر کشته شده در اعتراضات یا اعدام شده یک قهرمان. خانواده ها تنها نیستن، جنبش دادخواهی ادامه داره و مردم، خانواده های داغدار که حالا اعدام شدن یا در تجمع کشته شدن، تنها نمیذاره. این به نظرم یک پیروزیه و یک هشدار به نظام خونخوار جمهوری اسلامی که ما پا عقب نمیکشیم و راهی هم نداریم. باید به نظرم به ثمر برسونه این انقلاب و خیزش.